درود به همه شما عزیزان. نکته ها. امروز من دکتر فرجان زینی و در کنار جناب امان الله قهرمان که استاد یوگا هستن و مربی زندگی قرار صحبت بکنیم راجع به اینه که مثلا یک جایی هستین، با آدمای مختلف هستین، دارین بیزنس میکنین، کارتون هست، با رفتین مهمونی، یه سری آدم ها هستن فکر میکنین که یواش یواش دارن شدیدن اعصابتون رو خرد میکنن و میبینین که این احساس حالا ناراحتی، خشم، یه چیزی هستش اینجا که داره اتفاق میفته و نداره منو به هم میریزه. و چه تکنیکی دارین جناب قهرمان برای اینکه به عزیزان هدیه بدین که چه جوری در اون شرایط به خودشون رسیدگی بکنن و از دیدگاه انرژتیکلی چه جوری این فضا رو برای خودشون به وجود بیارن؟ حتما. سلام به همه عزیزان هر جای دنیا که هستین. اینم یه تکنیک ویژوالیزیشن، یه جور تجسمه. و خب میدونین وقتی که شما نگران هستین دارین فکر میکنین که نگران میشین، وقتی عصبانی هستین دارین فکرایی تو ذهنتون میگذره. حالا ما ذهن رو میاریم یه کار دیگه میدیم دستش، بعد ببینین چه تغییری براتون ایجاد میشه و چه حال احوالی براتون ایجاد میکنه. همین کار رو ایستاده موقع راه رفتن میتونین انجام بدین، که توی مهمونی که وایساده هستن همه دارین حرف میزنن میتونین بکنین، هم موقعی که نشستین توی میتینگ و این اتفاق داره میفته. حتی اگه خاطرتون باشه یه زمانی برای عزیزان سایکوتراپیست اینو کار میکردیم، وقتی که گفتیم میخوان بشینن توی سشن و خودشون رو در این حال در طول سشن اونقدر خسته نشن که 7-8 ساعت پشت هم که دارن کلاینت میدن، این روش برای اونا هم خیلی خوب کار میکنه. یه ویژوالیزیشنه. کاری که میکنه شخص اینه که با هر نفسی که میکشه این تجسم رو میکنه، نفس عمیق میکشم، تجسم میکنم یک دونه گل روز سمت راست بدنم حدود به اندازه یه فیت از بدنم بیرون اینجاست، که سر گل سرخ اینجاست، پایه اون شاخشم پایین رفته، شاخه بلندی، روزای خیلی خوشگلی هست، شاخه بلند داره از اونا، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلوی بدنم باز همین به اندازه یه فیت، یه دونم پشت، همه اینا ارتفاعش با جناب سینم یکیه، یعنی تمام این چهار تا دور تا دور، یه دونم درست وسط جناب سینه توی قفسه سینه، همه اینا رو تجسم میکنید. حالا اینا چه رنگی هست؟ هر رنگی که شما دوست دارید، چه عطری دارن؟ هر عطری که شما دوست دارید تجسمشون میکنید که انگار این روزا شما رو در بر گرفت. و بعد یه دونه روزم به خصوص عزیزانی که سردرد و معمولا این ناحیه خیلی اذیت میشه، فشار استرس که بالا میره، من به شما این پیشنهاد میکنم یه دونه روز تجسم کنید درست پشت پیشونیتون، پشت بین این دوتا ابروها این وسط، ولی وسط جمجمتون اون وسط یه دونه روز رو تجسم کنید. پس یه دونه اینجا دارم، یه دونه اینجا دارم و چهار تا هم دور تا دور شد شیش تا، درست؟ یه دونه روز هم این بالا میگیرین، در نظر میگیرین بالای سرتون، که خود شاخش هم کامل رفته تا پایین بدن، یعنی انگار از بالا و تمام اطراف شما گل روز دورتونه. حالا نفس عمیق میکشین و تو هر نفسی که میکشین هر اون چه که توی این صحبتی که داره انجام میشه یا این اتفاقاتی که تو اون جمع داره براتون میفته، همزمان که نفس میکشین متوجه این روزاتون باشین. اگر این روزا هیچ همشون سر حال خوب موندن که فوق العاده، ولی اگر یهو حس کردین دارن پژمرده میشن، یه روز جدید جاش بذارین. پس دور تا دور بدنتون این روزا رو میبینین، یکی هم بالای سرتون، یکی هم درست توی سرتون، یکی هم تو جناب سینه‌تون. این هفت روز حضور داشته باشین بهش و هر لحظه که حس میکنین هر کدومش پژمرده میشه یه روز جدید جاش بذارین. طالبه برای من که من دفعه دست چپیه پژمرد،
بعد برش داشتم یه دونه جدید گذاشتم بعد دوباره پژمر، یعنی 3-4 بار طول کشید تا یه دونه گذاشتم که موند. نمیدونم دست چپ چه اتفاق داره میفته. حالا ما توی صحبتهایی که در مورد چیزهای انرژتیک داریم، یکی از حرفایی که میزنیم اینه که روز خاصیت جذب انرژی رو داره. به همین دلیل حتی خونه ای هم که روز میارن، انرژی هایی که نامطلوبه اونا به خودشون جذب میکنن. به همین دلیل ما از این خاصیتی که به حساب توی فرهنگ یوگا مطرح میشه اینو استفاده میکنیم به عنوان ابزار جذب کردن انرژی هایی که دیگه برای ما در خدمت ما نیست و داره ما رو اذیت میکنه. و به خصوص برای عزیزانی که فهم کنن او الان اون دو نفر دارن در مورد من چی میگن، به خصوص اونایی که یه همچین چیزی دارن، فقط همین این تجسم باعث میشه اون زنجیره فکرایی که شما میکردین شما رها کنه و به مقدار زیادی ذهنتون و بدنتون و احساستون راحت کنه. دقیقا، خیلی خیلی ممنونم ازتون دوستان عزیز. با این روزکاری و باغبانی که قرار اطراف خودتون بکنین حتما لذت ببرین و بتونین که این فضای انرژی اطراف خودتون رو تمیز کنین و تمیز نگه دارین. تا برنامه دیگری از نکته خواه.